آمرز میکنم شفیعی هستم. امروز 21 ماه جولای سال 2018 میلادی است و ما باز هم در یک برنامه زنده در خدمت شما قرار دارم. برنامه های زنده ما پل ارتباط است بین ما و شما. شما میتونید که نظریات، پیشنهادات و انتخابات در اینجا با دوست ها شریک بکنید. البته اولین چیزی است که برنامه ها را شریک کنید با دوستایتان. اوضاع مملکت قسمی که شما خودتان میبینید نابسامان است. حکومت افغانستان معاون رئیس جمهور از مملکت بدون هیچ دلیل بیرون میکشه و ممنوع دخول قرار میتشه. بعد از 1.5 سال که حکومت افغانستان غیر منصفانه معاون رئیس جمهور از کشور بیرون کرده، دفعاً مثل از اینکه هیچ چیز اتفاق نفتیده میخواین ادعا کنن که آقای دوستام به کابل تشریف میاره و قراره که ما دیدم احتمال داره که درست باشه نه که اینا عکس های جنرال سید دوستام از میدان هوایی تا جاده های کابل نصب میکنن. آیا ای عقی حکومت داشت، ای حکومت فاشیست که معاون ریاست رئیس جمهور که جزو تکت انتخاباتی بود از کار برطرف کنن؟ و آیا امروز بدون از این که این مسئله را به ملت توضیح بده که چرا، آیا حق داره که دوباره سرکار را چراغان کنن و مزین بسازن با عکس های جنرال سید دوستام و بدون هیچ عذر و معذرت آقای دوستام در افغانستان بیارن که گویا هیچ کدام گپ مهم نشده و همگی ما خوش باشیم و قبول بکنیم که نه، خوب شد که دوستم صاحب آمد. ای که دوستم صاحب میایه یه گپ بسیار ضرور است و خوبه، اما آیا اینمی باید بدون هیچ توضیح نادیده باید ته شود؟ به هیچ وجه نه. در واقع خواب بردگی مردم ما یگانه توضیح است. در غیر از او یک حکومت نمیتونه و نباید که به خود حق بده که به شکل غیر قانونی یک نفر را که معاون رئیس جمهور از اینجا بیرون کنن و در یک روز دیگه بدون هیچ توضیح بیارنش و شهر را چراغان کنن. بفرمایید دوست عزیز، به خط هستید. سلام علیکم، چطور هستید؟ خیلی شکر، سپاس باشیم. ما بلندش کنم امیدن؟ بفرمایید. ناله شما خوب است، نه سلام تقدیم شما و کسایی که تشکر دوست لایف رو میبینن تقدیم میکنم. تشکر، سلام با شما، بفرمایید. و سوال من این است که ایران بار آقای دوستو و قیصاری حالا چه پسن که من شنیدم و قیصاری جا فکر کنم ایلا کردم و دوستو و آقای به کابل میرن به این همه جنایت که این کار کردن و نظر شما در بوری چی است؟ و چی مده مورد چی هست؟ نظریات کنده باره می چی هست؟ کمی که می خواهیم مردم پس آقای دوست را از ترکیه پس در کابل بخواهیم. ما فکر می کنم، خب از تلویزیون می بینیم؟ نه خیلی موبایل شما کنم. ما نظر ما یه است که اول حکومت باید توضیح بده که چرا جنرال دوستم از مملکت بیرون کردن و ممنوع دخول قرار شدن. اگر توضیح بود چرا با مردم توضیح ندادن و چطور آل بدون هیچ گونه توضیح دوباره جنرال دوستام به افغانستان میارن؟ آیا 1.5 سال دوره معاونیت از ایره که دزدیدن از حکومت پس کردن اشرف غنی میتونه که ایره جوابگوی باشه؟ آیا ما باید اشرف غنی را که اینقدر سر به خود کار میکنه باید به محاکمه بکشانیم؟
آیا ای که حکومت افغانستان بالای قیصری حمله میکنه و یکی دو نفر کشته میشه و دیگران را شکنجه میدن و عکس های خنددار در روی جسدایشان میگیرن، آیا باز هم این حکومت باید بگذاریم که خاموش امور حل کنه که قیصری را گرفته مال اعلام میکنیم؟ انوزه از قیصری کنم خبر نیست که عملا اعلام شده باشه. ما فکر میکنم که یا قیصری شدید زخمی است یا هر چیزی که هست، انوزه آقای قیصری بیرون نبرامده، اکران عکس ها بیرون برامده اما خود آقای قیصری نبرامده، آوازه ها بیرون برامده اما یا آوازه ها هر کدامش میتونه غلط باشه. این حکومت یک حکومت فاشیست است، یک حکومت خودمختار است، یک حکومت قانون ستیز است، یک حکومت که هر از هر زاویه ممکن بر علیه دموکراسی است. هر چیزی را که خودشان بخواهند به نام دموکراسی انجام بدن و هر عمل خیانتبار را هم زیر نام دموکراسی انجام بدن. اینمی نظرم از دوست ازم. بسیار خوب آقای شفیعیار. و یک سوال دیگه در باره امیزی که آیا روز خواهد شد که همین اشرف غنی تمام طالبان را مثل قیصری و سر نوره خیلی؟ اصلا ما باید دقیق شیم در وطن خود که کدام طرف افغانستان روان است. افغانستان یک دسیسه است برای ایران، برای تاجکستان، برای ازبکستان، برای ترکمنستان، برای روسیه، حتی برای پاکستان و هند. در اینجا کشورهایی که دسیسه می سازن بر علاوه که مملکت چور مندازن تمام منابع از زیر استفاده می کنن، یک منبع بزرگ از این بسیار غیر منصفانه تر از همه منابعش میدازند و اون منبع انسانیست در مملکت ما. امروز در افغانستان 3,500-4,000 عسکر به قیمت $100 ماهانه امریکا و نیتو به وجود آورده. هر زمانی که بخواه به یک بهانه میتونه یک عسکر داخل ایران کنه، میتونه داخل تاجکستان، داخل ازبکستان. یگانه چیزی که در اینجا مانع است روس ها است که یک قدرت بزرگ دنیا هستند. در غیر از او تا حال ایران و تاجکستان وقت سخوت میکرد، حتی بر علیه این ما میتونیم استفاده شویم. ما فکر میکنم که به هیچ وجه غنی این پلان نداره که طالبان یا داعش یا اینا را از بین ببره. حتی در سمت شمال هم هر کسی که با اینا یک جای شه برای اینمی پلان ها و دسیسه ها اونا هم از بین برده نمیشن. قیصری بر علیه طالب میجنگید. ایره حکومت افغانستان که دسیسه از زاده شده توسط کشورهای خارجی وظیفه داشت که برطرف کنه تا سمت شمال به یک سرک قیریزی آماده برای حمله به طرف تاجکستان و ایران باید ای باشه. اگر اینا مخالفت با طالب در اینجا زیاد دامن بزنن، اونمو امکاناتی که ما استفاده شویم بر علیه مردمای دیگه از بین میره. بنان نه، این حکومت وظیفه‌ش همیست که طالب و داعش یک جا با خود در خدمت دسیسه ها قرار بده. شما رو میمونم که تشریف ببرید دوست عزیز. لطف کردین بفرمایید دوست عزیز روی خط هستین. خوشحالم آقای امین هستم. خوشحال هستم از شما میشنم. خوب هستین انشاءالله؟ تشکر. فرض خدا شما شده هستین. آقای رسیان داشتم و یک گفتنی اگر بگویم امی ما شما همیشه رای حل میخواین که پیدا کنیم یا همیشه در درون کشور یا بیرون کشور شما یا کسای که در درون کشور است رای حل نشان میتر مگر والا من نیفم. من خودم متوجه شدم شاید اشتباه کنم، یعنی امیرای حل این خود آقای اشرف غنی هم از پر ما نشان داده، مگر نمیفهم که متوجه شدید یا نشدید. خود آقای اشرف غنی همزه گفته که من یک بیادر تصویی دارم، من برش هیچ معلومات ندارم، امور دمو ارگم نمیمانم. بیاد که ما شما از درون وطن یا بیرون وطن امی کار از امی آقای اشرف غنی را بیاد که ما شما میکنیم. امی آدم بسیار یک آدم تصویی، هر رقم که ما به هر زبانی که صحبت کردیم این انسان نفهمید، حالا که ما را دو میدونند، پرشنام میدونند،
ما به درون کشور یا بیرون کشور همیشه دل خود واس میکنه، ماغول خود واس میکنه به می دولت. یه ایت نمی فهمن، یه یک چیز می فهمن، زور. وقتی که آقای تا محمد نور زور گفت، اشرفغانی رفت در خود عرض انجینیر داود گفت که اشرفغانی بر خود یک دانه کتابخانه دور کرده بود که چپرکت خود همون دور کرده بود. این مردم تانا زور می فهمن. ای که ما شما آغوش خود آواز میکنین، گفت مخبول و منطقی بر از جا میزنین یا نمی فهمن. ولی تک کامراز نارکوریا زور گفت امریکا قدرت جهان است، قدرت دنیا است. مگر امروز داده را نگه کامش تو کرد. ما فکر میکنم اینمی یک رای حال در نظر ما که این امتنایی که ما شما که ما را دو دفتا میزنن آغوش خود آواز میکنه، من نمی فهم که در این کدام فایده میکنه داینده یا نمیکنه. به شکر آقای آرنسان آقای شنید این پرده به خوش نشه دو سالا گرد نشه انتگرد پرده. دهی که ما تنها با دوستی و صلح و صفا نمیتانیم خود بگیریم شک نیست. دهی که ما با این حکومت فاشیستی نمیتانیم بیاییم و چی کنیم بخواییم که عقل خود بگیریم، دهیام هیچ شک نیست که با دوستی و صلح و صفا ما عقل گرفته نمیتانیم. باید که استاچیم. شما اگر فکر میکنین که تنها می تظاهرات در سمت شمال کفایت کرد که آقای دوستم بیاید، نه، این در پشت پرده از دیگاه جریان داشت. حکومت افغانستان آقای دوستم از قدرت خلع کردن، در وقت آخر دوباره میارنش تا که اگر شود دوباره استفاده کنن. اما تظاهرات سمت شمال بی تاثیر نیست و از این باید یاد بگیریم که در هر مقطع زمانی برای گرفتن حق خود باید استاد باشیم. روی خط هستیم، روی خط هستیم دوست عزیزم. سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین انشاءالله؟ خوب هستی برادر. شکر. جان شما جور برادر از اوهایو زحمت میدیم استان مشتاق یوسف هستم. آقای یوسف همی تلویزیون تا رو پخش کنید. تلویزیون تا رو پخش کنید. بده ما رو شریک کنید دوستان. مشنوید؟ ایناله مشنوید. موضوع عمده ای است که غنی یک دولت از طرف امریکا آورده شده، به فکر نتونم هیچ نیروی بتانه که بوده پس کنه یا خلق قدرت کنه، یا دوست ها همچنان از طرف امریکا پس آورده شد. و این که میگه ما شما این دولت از بین میبریم، به وقت از دایی کردن وقت از فقط بهتر است که سپورت کنیم این دولت دیگه سعودت مندی تانه میخواهیم روز خوش. خب این بسیار چیزی کامنت بسیار خوب بود. گفتن ایر ما از بین بردن نمیتانیم، بهتر است که سپورت کنیم. این مثل از که یک آدم در خانه تان دوز آمده میگن ما خوی دوز چیزی کردن نمیتانیم، بیا یکی رو سپورت کنیم. از این باید هر روز بیا بیادر گل هر روز خانه ما رو دوزی کن. بفرمایید دوست از روی خط هستین. سلام علیکم آقای یارسف. سلام، خوب باشین. تشکر دوست از این، بفرمایید. آیا صرف ما میخواستم در مورد آقای پدرام که یک نظر پیش کرده بود که افغانستان باید فدرالی شد، به این نظر شما چیز در این قسمت اگر تمه تبصره کنیم بسیار دست خوش میشم. تشکر. صرف ما میخواستم بگیم. تشکر. یکان دفعه ما کردیت ها را میگیریم. بر یک کس میتیم. ای یک کار مناسب بر از این است که عقده ها و نفرت ها را بر علیه از اون نفر گسترش میدیم. طرح فدرالی شدن نظام افغانستان نه از ماست، نه از آقای لطیف پدرام. شما در واقع با طرح از این مسئله به این شیوه یکی یک چیز را که به همه مربوط است منحصر میسازین به یک فرد و ای باعث یک استادگی در مقابل از او آقا میشه. یا ایست که خود آقای لطیف پدرام میره تشویق میکنه که نامناسب است، یا ای که یک تعداد کسایی که با آقای پدرام هستن هی میگیرن یک چیز را میتن برای آقای پدرام. این طرح از سابقه ها وجود داشته دوست عزیزم.
اما آیا یک طرح خوب است؟ کاملا خوب است. و خاطر از این که آن سعی کنین قندهار امروز پیسه از سرحدات می آید، تمام از اون مالیه که گرفته شده میره به دامن حکومت فاسد مرکزی میفته، حکومت او را برای قتل و کشتار مردم ما حتی در خود قندهار استفاده میکنه. اگر ما یک حکومت فدرالی داشته باشیم، همین مردم قندهار ما مردم بسیار هوشیار است. اینا در مملکت ما زیاد کار کردن، حکومت داشتن، در خاط از یا ما نمیم کلایی اتحاد زیاد آدم های هوشیار است. اینا اینمی قندهار المند اتحاد ولایت ها را میتونن به منطقه بسیار آرام تبدیل کنن، اما منابع خود خودشان استفاده کنن، یک قسمت از این مثلا 10% شه به حکومت مرکزی بتن، دیگه شه برای ایالت های هم جوار و خودشان استفاده کنن. اما تو سمت شمال، اما تو جلال آباد ما، اما تو جای دیگه، اینال ای برای ما یک زمانت میتانه باشه که ما میتانیم در یک فضای خوب کار کنیم. دیگه ای که مردم یک ایالت خودشان برای بهبود زندگی خود سرنوشت خود به دست خود میگیرن. در بامیان میره یک آدم از پکتیا والی، او با یک عقده رفته که مردم چطور سرکوب بسازد، چطور منکوب کند، چطور تمام حق و حقوقشان پامال کند تا اینا هیچ وقت در مقابل دولت مرکزی کوچی کدام کار نتانند. اما در پکتیا یک ازاره نمیتانه که والی شود، نه میتانه نمیتانه. اینال در اینجا حکومت فدرالی میتونه که ما را به شکل داوطلبانه یک جای بسازه، در عین زمان ما از او منفعت ببریم. آقای خیبر بفرمایید. از فیسبوک میگیرم. آقای خیبر سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ سلامت باشین، بسیار زیاد باشین آقای شفیع عیار. بله. زیاد زیاد میباشین، شاید کنم اشتباه شده باشه، اگر شما زیاد این برنامه شما را تخیل میکنم. دیگر نمیفهمم که ما گپ خوب بلد کردیم، اگر بلد بابا را که شما مسیح کرده تلیفون بیشتر که خیلی پیام میشته کردن. دیگر ما بسیار مذارت میخواییم که مقصد آسوده نشده باشین و بسیار زیاد مذارت میخواییم. خواهش میکنم دوست عزیز، ما اصلا خبر ندارم و ما تشکر لطف کنیم برادر گلو. خواهش شما بودید، چیزی نشته کرده بودید با ما در جوابش کزگه جواب دادم، اون رو ما ندادیم. اما خب من باشید دفعه اونهای خود دارم کلام شدم که خبر نشده باشید. بسیار تشکر. نه ما تا اندازه آخر همی تلخی خفگیر از خود بیرون کردیم. در این مسئله افغانستان که کار میکنی یک چیز با اعتیاد بگیری که خفگیر از پولی دور بسازی و بتونی که تحمل داشته باشی. اما ما بسیار اخلاق پسندیده شما را ستایش میکنم که شما بدون از اینکه حتی ما خبر داشته باشم زنگ زدین. لطف کردین آقای خیبر عزیز. سلام باشین آقای شفیع، ما از برنامه تا متفق قرار ایستیم و خدا باور کنید که خدا کنه کنید که مثل شما چند دیگه هم سفر دینه نید زحمت دینه نید که آقای بعد خوبه قبول کنه و که یعنید یک برنامه پیش برن بخاطر که مردم شما خوب عزت میکنید که هیچ وقت راست تاقیب نمی کنند، غیر چپ، چون که امیتالا هم شما از چپ شروع شده، اصلا نیتی آنه. یعنی چیزای منفی را زیادتر ما میگیریم. بله امی خوب هیچ وقت خوب نمیگن، غیر طرفدار بد هستن، طرفدار بد هستن کاملا. و دمو خاطر امی هست که ناکام هستن. بله ما که شما موافق هستم بسیار زیاد خوش شدم دوست ازم، لطف کردیم همچنان. دیگه بازی وقت بازی ویدو گفت چیزی شد و فرمان همی مسیجار خودتان چرا نه؟ بران چیزای جالب می باشم و تان روان میکنم که شما بهتر وقت تان زایا میکنیم، چون که وقت کمازی تان همی فرمانی شما زایا میکنیم، ما وقت داریم کار میکنیم و شما یک ساعت یا نیم ساعت اگر می برنامه یکی جور میکنیم، یعنی شما بهتر میدانیم که دفعیش معلومات رو یعنی بدین در آن ما انشاءالله کذر چیز آگاه شما و خوستان این نسل جوان به خیر باشه. بسیار خوش شدم دوست عزیزم، تشکر. خوش باشین، وقت خوش، خدا حافظتون. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستیم. سلام علیکم آقای عیار، روزتون خوش، خدا حافظ سر حال بشه. تشکر دوست عزیزم. شاید ببینید در تلویزیون یک کلمه که سر حال معلوم میشه.
بفرمایید دوست عزیزم، تلویزیون رو پخش کنین. نا بفرمایید زنده باشین آقای یار، پخش ده بم آقای یار. خدا کنه که دوستو هم بیننده ها کلک یه ساعت سرحال باشن. ما یک چند ناظر یاد داشت داریم، من میگم ما عبید هستم از کالیفرنیا زنگ میزنیم جناب. خوش شدم آقای عبید، بفرمایید. امی اکشن موضوع رو من یاد داشت دادیم، میخواستم امی رو یادآوری بکنم. اول امی تو یک مصاحبه آقای اصولی رو من دیدم کم جناب آقای قیصری و یادم در خطاب کرده بود. من امی یادم یک گفتنی دارم و خود در از حالا به توی سریع باشید. یک مثلا جدا از این که به خم ترمیم کنیم یا به کدام کس دیگه ترمیم کنیم، یادم یک چوکی مردم ها در پارلمان افغانستان اجوار کده و این یادم اصولی ناصولی گرد دادن خدا نمیفهمه. یک چند بار دادم از این جفا زده بود و ما یک شانس یادتون که همین جفا در از این شبکه شما برزیدیم بگویم. و دوم یک تبرکی کلان میتونم برای دوستای اجدک ما و به دوستای ما کسایی که در پشت سر زمین تظاهرات کار میکنن. باور به خدا کنین این در دنیا اینمی اصول است، حق گرفته میشه، حق هیچ وقت به کس داده نشده. و بر شما دوستای عزیز ازبکم از اینمی که تبریکی میتونم براتون میگم، درست از ما و صادقی دوستم نمیگم که خوب است که خراب است که چی کس کی نکد، اما در حال حاضر این گرفتن حق از دلون از این فاشیست ها یک بسیار یک نعمت فلان شده. کاملا یک مسئله دیگه. بله بفرمایید. یک مسئله دیگه آقای عیار که ما در تمام رسانه ها میبینیم، همه سخنگوی های دولت، سخنگوی های وزارت ها، سخنگوی های ارگان های امنیتی همیشه از مسائل حقوقی راجع به جنرال دوستم یاد میکنن که مسئله از این حقوقی من میگم براتون، همین شما که بادیگاردای دوستم هست، سر دوستم کمین زدین، چند نفر شهید شد، حداقل 6 الی 7 نفر که در این قضیه خود حنیف اسمر استانگزی و خودم اشرف غنی فاشیست دست داره جواب از این اکی میده. کاملا شما به اول بزیان خودم محکمه بکنیم بزیان یه پشتیش چی میگردیم. مانند ایشی هر روز یک ملا بینمی ترخیل، ملای ترخیل میگن چی به خدا قسم در روز روشن در چارای مدریان 4-5 نفر کشتی، یک زن با موتر زدن دادیدازی دادی کشتن، دریور تونس رو زدن کشتن، یک از اینا صدایشان نبرامد. من اول براتان بگم اول باید عدالت سر از اینا تطبیق شد و از انیف اکمر گرفته تا ای استانگ زنگ لند باز بود از این که شی چی تدر چی نکده امروی جنرال دوستم باز او وقت اگر محتمه عدالت کش اگر چه ملاقه من دی نیستم که دوستم بپا کنم، اما اینجا باید دفعی قطار آدم بگویم. بله. و یک مسئله دیگه، امی کسای فیسبوک چلاون که هایی که فیلن در فیسبوک خود تا مستن امی جا من میبینم اینا دشنام داده میرن، دو زده میرن و هر چی بده بده از دهن از این ما بر از امی های گفتنی دارم. بله. خدا قسم شما خود امو بابا های تانم مرد نبود، بابا طلاق های تانم مرد نیست، اگر دمی هر فیسبوک از یا کلیک کنی عکس خودشان نیست جناب آقا یاد عکس هایی نمیفهم یا موتر ماندن یا عکس های کسای دیگر ماندن و هر روز فحاشی میکنن، هر روز گفت میکنن. و یک صفحه دیگر در میکروز بفه هست به نام ترکاران و وحدت ملی که بسیار دو میزنه. من دوست های مترمی فیسبوک برکان معرفی میکنم، این فیسبوک از طرف اسمر مشاور امنیت ملی بیادری یا پیسه داده میشه برای از دو نفر هستن و اینها تمام ویدیوهایی که در دو دقوام دیگر اینا در فیسبوک ها پخش میکنن، در سایت های دیگه میدارن، برداشت میکنن و با مردم فاشی میکنن. حتی مدیدم به خدا قسم یک ویدیو از یاره که در محترمه فوزیه کوفی فاحشه نشته کرده بود. بسیار دو بخشین همه کلام خدا معمی جایی باور به خدا کنین این مردم آدم شدنی نیستن. بگم این چند گفتنی داشتم، تشکر از اینکه برای ما وقت بودید. بگم این خوش شدم که امروی دوستو از طریق شما هم کلام شدم. بسیار تشکر دوست عزیزم، خوشحال شدم. لاین باز است، شما میتونین زنگ بین. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. بله خیلی شکر، سلام به شما گرفتم و سلام به
خیلی میگوهای پروگرام شما از آخر سانا در این مدت شمیتر تمام از پرمشان را که تکلیف بزرگی و سلا خورد کنند بله آفایش سلا شما را بسیار خوب میشنم دوست ازم شما را گوش دارم بله نمی نزدیک من نیاز دارم به زنم مخاطب خبر خود دوباره بشنم اشار تمام اگر شما تلویزیون را گل کنین چرا یک دیلی داره یک کم توقف است تا بین صدای ما و شما از این خاطر مخشوش میشین او را گل کنین بشنوین و دوستا برنامه را شریک کنین بعد اگر دوستایتان بفرمایین دوست ازم ادامه بتین بله افایش خیار در قسمت موضوعات سینه افغانستان ای که پرداد جنگل گفتون و دوباره داخل تومل نباشن ای از بزرگترین دستاوت برای تمام مردم افغانستان برای درستان افغانستان و خصوصا برای هموطنان عزبت استفاد و اون در هموطنان ما که در حمایت از اونها و خاطر سبای حق و طلب که در سرطای بریابانها تقریبا برای مدت بیست روزها برآمدن خیلی اتفاق بزرگ میباشد و ما در اتفاق خیلی خیلی امیدوار هستم که وقتی جنرال دوستم دوباره داخل کشور و اتفاق افغانستان میشه توسط یک قدرت مردمی با تجربه تجارب تاریخی افغان جنرال دوستم و تحت تمام رهبران افغانستان در چه سال اخیر داشتن اینا باید وارد مذاکره با حکومت اشتغانی شوند و در قسمت حدود فعلا سیاستهایی که خصوصا در مدت یک سال اخیر که چطور افراد تل نخبگان و افغان سکنر و مانند خود در داخل افغانستان در خارج افغانستان در قسمت برداشتن نقاب از شریک یا حکومت پرشتی که پرتلاش کردیم و به قسمت تل امیدوار هستم که پرتلاشهای شما و مردم ما به نتیجه نمیبرند و در این قسمت باید گفتاری دارم که در ولی متجدانه که سیاست افغانستان سیاست افغانستان با اعتبار چلانساف که اکثر سیاستمدارهای معاملهگر از ساف بیرون کرده و چلههای کسیب معاملهگر امروز همه به بین مردم یکی از هموطنان همکاره ما بودن و فرانسیسا بودن و پشتونها و دیگران بودن که مردم افشار شدن که مردم افشار شدن که مردم افشا شده در این سکلت باید مردم افغانستان با اون در زعفرانه که گویه با خاطر انتخابات و اجراد سیاهای قانونی و انتر از اونها همیشه از سحنه گم می باشن و وقت یک مسئله مهم به اطلاع پیش مردم با وجود یا با سر سلام رو هر این مدقوات را هم با حکومت اشتغانی و حسن در جامعه کازنه دار در چه کسا برمز این هم و در مالکان کنی ما خواهد بزرشه شوند و اکیر به دلان دونه با خواهش اتا پرسانه های بزرگ این در کسا افغانستان در خدمت اشتباهاتشان تقریبا سه ازیان کنی دارن که در افغانستان جایی شده بنا هم اشتباهات که در چند در مقدمت اشتباهات از اونها از بیشتای کنه و در اعتماد به ظلم جناب اتیاد از مالکان کنی که خود موشما بکنه تانستن در نماندگی سرای مرسوم افغانستان اونها را عبری کنند و نظر به مقرد داخلی که ما همیشه با حکومت اشتغانی هم از دست این رو به حکومت امر فضل قبل از ناسان اونها اعتبار مردم فروختن با ممثلیت که به حضور حکومت خدا شده از او بسیار نگرفتن به داخل اون رکیر سیر و مدوات می داشت پاسم که شده و از سیاستانها به زودی در داخل افغانستان و در خارج افغانستان در سرالات تغییری آمدنید و در این قسمت از خودش یکی از قطعه ها خیلی امیدناس کرده مثلا افغانستان در کشور آمریکا در ایالات کالیفرنیا بوده خصوصا در خارج افغانستان و هم در داخل افغانستان میباشه در قسمت بعضی از پروگرههای دل اگه ممکن داشتن باشه شما بعضی از نمایندههای پارلمان سناتورها و نمایندههای مردم به شما دعوت کنه و در قسمت مسائل افغانستان هم شما روشنی کردیم و همچنان اگر امکان داشته باشه در آینده های نزدیک اگر بعضی پروگرام های شما روحان کنید تا مواد از رهبران افغانستان خصوصا آنهایی که در بخش کاندید ریاست جمهوری به رسم اینچی حتی در قسمت کاندیدان تیم ها قدم برداشتن اینها را که بخش برنامهتان دعوت کنید و همراه محمد اونها مصاحبه داشته باشه و در قسمت بخش سرای مردم افغانستان خصوصا در
در خارج از کشور به شما نسبت به کلمه‌های خیلی بزرگی در مناطق افغانستان گشتیم و داریم و اتفاق ماسیم و اگر به این کوششی که خود سریع اگر افغانان افغانستان به این کشش می کردن بخیر باشه افغانستان سلام به شما دوست عزیز. تلفن شکن. شما خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر لطف مرحمت. بسیار خوشحال هستم که دیر بار آواز کنم میشنوم و با شما را نزدیک میبینم. تشکر، بسیار زیاد تشکر. بفرمایید دوست عزیز. خب چون دو سه هفته چون در خدمت امیج بودیم منطقه تلفن ها زیاد مسئول بود و در اینجا همه تو کوتا میگم بخاطر دیگه بسیار مردمات داستان میگم من داستان خوش ندارم و در رابطه یک امشره مرهبان گفت دختمی آقا کی هست که فرض میکنیم که چند کلمه را بیان میکنه من خود معرفی میکنم من نام غلام هست از آلمان صحبت میکنم بسیار خوب آقای غلام بفرمایید بله و در اوجا من دو نکته اساسی ایجا مورد بحث قرار دادم یکی نکته اساسی که گفتم که امی در حمامای کابل داخل شدن ناموس کابلیان چور کردن در اینجا یک گپ بسیار اساسی کابل ویران شد من حالا چند سال نرفته میگم بلند منظره جور شده غزنی ویران شد حالا غزنی جور شده اما این تلافی شده اما ناموس چور کردن به هیچ نوست نمیتونه که تلافی شده و این گلره از سادو دارم و سادو سبغتوله مجدیدی کورا خواست خالد بن ولید لخط داد بله این در تاریخ است و در رابطه با مسعود مزنزی که میشناسم فامیلشم میشناسم منطقه در این انتخاب مایی بود که مسعود این اجازه را نداشته او جنایت را که خلصه پرچمی در ملت رنجیده و زحمت کشیده مردم افغانستان انجام داده بودن اونا را پاسپورت بتانه روان نیکردن در اینجا این قابل بخشش نیست در اینجا قابل بخشش نیست باشه پیش بریم این شما... در این قسمت در همشهی ما من گفتم که اینمی یاد آور شد و مسئله سومی که میمانه و مسئله سومی عرض دارم در رابطه با می من خودم من 12 سال در امی جنگ مقاومت افغانستان یا در جهاد افغانستان انزال بودیم من شواهد داره من کل مردم ها رو میشناسم اینا کلش نوکرای گل بودین پربدین سیا تیاب برای فهم که بگیر نمانیا این کل از این نوکرای فروخته شده هستن آزمودن خطر اینها به نفع مردم افغانستان هیچ از نمی خورن به خاطر از این که شما می بینید که چی داشتن اینا امروز بلند منزل ها دارن بیمین ها دارن در هر جای فرض می کنیم که فامیلیشان درس می خونه این دکتر عبدالله خوب ما خوبی شدیم در جمعه زمان پانتون نمی ترکایی با ما می آمد ما خوب یک نگره می شدیم و او از کجا که این پول با یا این ماشار فریم یا می کلمه ماشاری از کجا پیدا کرد این جمال دوستم در کجا او تحصیل داره با کلمه هم که با اظهار مذارت از هر کس که آواز منو شنوه کار نشه سر ما این واقعیت های تاریخی است که من میگم ما به هیچ جناح به هیچ گروه
به هیچ اس پیاسی ندارم منتها یک اشتباه کردیم در زندگی اشتباه نمی بود که روسا داخل افغانستان آمد مگتم که نه نمی منم تان چرا که خلصی پرچمی نهایتا انسانهای رضی برن انسانهای پس برن انسانهای وطن فروش برن ما برادر خود دیگر به شهادت دادیم من چرا گذشته را فراموش کنم به خاطر از این گذشته ها آینده ها را می سازد ما سخت دفع می کنم گلگدین، پلگدین، شیاد، تیاد، منفعین، آن، عزر، پزر کل از این انسان های تاریخ درستن اینا فروخته شده هستن اینا اشخاص هستن که نمایشن در گذار تاریخ اما تو بودن اینا باز باری دیگه تر بتن دیگه شفیق جان تلیزم شکن امین لقب برد مبارک باشه ما صحبت های ما کس کلش تاریخی چشم دیده مزد منطقه دیگه حال خود تا میشم بخاطر مزید پرگوی نمی کنم که وقتی دیگه را رو نگم شکر 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 یکمک خنده دی گرفت که یکی از دوستان ایشو نشته کنه که شفیع یا تلفن شکن اونا تلسم شکن میگن و ما هیچ وقت تلفن ها نهش کستان دیم بفرمایید دوست از این روی خط هستین روی خط هستین دوست از این بله آقای شفیع سلام سلام میتونم تقدیم است سلام میشنوین صدای مرا؟ کاملا میشنوم بفرمایید من جمیله هستم بسیار خوشحال هستم شما رو باز شکر جور سرحال میبینم تشکر اولا تشکر میکنم از اونی برادر ما که خود معرفی کردن بسیار کار نیک کردن من بهشون احترام دارم نه آل خدا گفتین که معرفی گفتن تو اندازی زیاد من بهشون هم هستم جمیله جان گفتین جمیله جان گفتین خود معرفی کرد خیلی که معرفی کرد بگوین که کی بود گفتن من غلام هستم از یکی غلام چی هستم غلام همیشه در پشت خود یک نام دیگه می داشته باشه خود رو نگفتم خیره خب بازم تشکر میکنم اگرالون گفتن هست غلام محمد اما گپ سرازیسته که امی رابطه شانه تشریح نکدن که کی بودن چی کردن در کدام وقت ها منظور شما به خانم بوده فکر زنگ زده بوده این همی بود که خدا معرفی باید کنند بله مثلا در یکی از اعضای حزب دموکراتیک خلق بودن یا در دولت از اونا کدام پوزیشن داشتن کار میکردن یا یکی فقط مثل یک ناظر و بیننده اوضاع را تعقیب میکردن بله خیر او مهم نیست مهم نیست که آقای شفیع عیار که من باور کنید که خودم اینمی آقای دوستوه بسیار یک آدم معاملگر و در عین حال بسیار بد معامله فکر میکردم بله اما باید از اینکه به بسیار کتابا رو خواندم بسیار مطالب دربارش خواندم و از ریشه و اساس خواندم میشنوید؟ بله کاملا میشنوم بله و از ریشه و اساس خواندم که مربوط به کجا بود تا سنت چند تحصیل کرد چه قسم آمد شامل اسم شد بایس یک کارگر با دوزوی چه رقم ارتقا کرد و با دوزو که خیلی بسیار یک داستان طولانیست مکر شما وقت ندارین و ما مقدر چی نمیتونیم وقت بار بیرون و دیگه ای که مثلا باز چطور وقتی که امی آیدی های ملیشه ها آمد که روسا میخواستن که اساکر خود از افغانستان بکشن باز بر حکومت کابل پیشنهاد کردن شما ما در زمان انقلاب بزد انقلابیون مجبور شدیم که از ملیشه ها استفاده کنیم شما همی کارو بکنین اینا تنها دو دوسته ملیشه نبود ما ملیشه های از علمان داشتیم کنم و آقای حرمان اون ملیشه از علمان بود و بعضی ملیشه های دیگه از جای دیگه بودن و یک ملیشه دیگه از ایراد بود که اصلا گلمجم او بود کریال نامایشان متاسفانه فراموش نشده و یکی از ملیشه های جزجان بزنی آقای دوستم اینا تقوی نظامی کردن اینا گروپ های خود تشکیل کردن اما باور بکنیم که من خواندم در این کتاب که وکیل نشته کرده وزیر خارجی داری دکتر نجیب الله که میگه که دکتر نجیب
در یک مکالمه که ما و از این امره یکی دیگه کردیم و ما گفتم که امی آقای دوستم در جنگ ها بسیار از خود یک رشادت فوق‌العاده نشان میده، امیره بخوای یک تقدیر بکو، گفت برو پشتش نگرد، ما یک چند جنگ دیگه رو در سر ازی چی میکنم، یک چند جنگ دیگه رو که بر ما بکنه و ما موفق شویم، وزا میفهمم که امره اینی چی کنم. یعنی سعی کنیم امی خود شما نامیده که من نمیخواست سرکست اومد بکنم این در کتاب است، اون در کتاب وکیل است، یعنی ببینید نویش صادق نبود اینا، یعنی در رو مرحله بعد از من نایفا اومد که دوستم با قوای بسیار زیاد داخل کابل شد و مثلا قوایش راستی بسیار زیاد بود که اتمو چه دیدی مجبور شد که بره به احترامش و لقب خالد بن ولید برزی بده، یعنی ای گفت به خاطر کدام چی نبود، برازی که او واقعا قدرت داشت مجددی رفت و این لقب برازی داد. این را بازم نمیفهم که در جنگ های کابل چی موضوع شد، من دقیق نمیفهم که باز چرا از مناسبات از این امرای عمر سید مسعود خراب شد و امرای جمعیت اینا خود دیدین که باز بسیار چی ها شد و دفته بندی ها شد و یک دفعه این طرف رفتن یک دفعه اون طرف گفای بسیار اطلاف های بسیار گناگون صورت گرفت. دیگه اینال ببینین باز امریکایی ها در بعد سپتمبر 11 چه رقم در اونجا هم در عقل دوستم جفا شد، در جنگ های کابل هم باور کنین که ما الان تصفیلاتش بسیار زیاد است، ما بر شما چی بگویم اگر در اسناد و در کتاب ها برنی پیدا میشه و دیدین که امریکایی ها بعد سپتمبر 11 چه رقم از دوستم استفاده کردن و بعد از او باز در وقت آقای کرزای هم دوستم به عقل حقوق شده، یعنی چی کردنش قدر لازمی که بود به او اندازه به موچیش دفعه ازش گرفتن، یعنی دیدن که باز غنی کامیاب کرد و غنی رو برش رای داد و چی و غنی در حقش چی کرد. من دفاع نمی کنم از او، اما چیزی که واقعیت است این آدم باید با انصاف باشه. نه من ازبک هستم نه از گروپ آقای دوستم هستم، اما آدم وقتی که میره به کتاب ها به اسناد من اینم که یک برداشت کردم که نی اقا از این آدم و اقا می برادرهای ازبک ما در هر دوره سر اقا از اینا تلف شده و او یک ما بخواییم یا نخواییم منی برادرها و خوارهای ازبک ما او رو بحیث چی قبول دارن، بحیث رهبر خود قبول دارن، چی با سواد باشه چی بی سواد. بسیار تشکر خانم. اینم که خواستم بر شما یک روشنی. در افغانستان حکومت مرکزی که بر سالهای دراز از پشتونا بوده آیست آیست برادرهای پشتون ما اتو فکر کنند کی حق داده شده از طرف خداوند با ماست، در هیچ مقطع تاریخی در این وطن باید کسی دیگه قدرت نگیره، اینمی برداشت غلط یکیاد از پشتونهای قوم پرست در افغانستان باعث اینمی کشمکش ها شده. در واقع یک قسمت کلان مشکل ما زاده از اینمی تفکر همی که مثلا من دخواندن که دازمون دکاکا وطن داز این یک آهنگ خوبه، مگر یک سر هستید که اموطنهای پشتون ما آیتو فکر کرد که راستی دازم ما دکاکا وطن اینال بهمی خاطر اینا وقتی که دوستم هم در این جامعه دوستم خواستن که نمانن از قدرتش استفاده کنم و خودش نمان که پیش بیا، اینمی باعث از این مشکل در مملکت شد. بفرمایید دوست از این روی خط هستین. سلام آقای شفیع علم. سلام دوست از این، خوب هستین؟ بفرمایید خودم معرفی کنین. ما ایران هستم، از نیوزلن کپ میزنم. بفرمایید دوست از این، خوش میه. ما آیان محترم ما راجعه دمی مولای که در ایراد با سپای جهاد داده علیه رسانه ها و کارکنانش. بله ما برادرمی مولا سر میگم که تو خوب با جنت عقیده داری که با جنت بهترین جای از اونجا کوراس و شراباس و اصلاس و دختای طلایی و ابروشیوی هست، امی خود تو چرا رفت جهاد نمی کنی کمو این مردم بیچاره و ناغای ما را بود جنجال می کردی. اگر جنت قدر جای خوب است تو خودت باید بودی یک کسی در بیساد خودت خود راضی بسدی که جنت بودی و این مردم بیچاره ما خواه میشه گوی بودی مردم را ها را سنزه شانسلا در
عزیز همیشه هزارها بازیگار داره و فقط یه چی میتونه که قبط پنهان نگرده اگه یه آزاد بده به نهایت که مردم در قضی ظلم کنه یه جنت روان میکنه خود عزیز جنت نمیره بازیگار نگاه میکنه بچهش دیگهش دیگهش امامی مردم بیچاره اون آقای ما رو همیشه ازشان سوی استفاده میکنن یا سر ازا جهات میکنن خود ازا مقام میگیرن و پول میگیرن همین مردم ما چی وقتی یا امید است که دمی یه سب زیاده ها دست کس کنیم ما سرمی ملاسه باز میکنم اگه جنت بسیار خوب است جای بسیار خوب است برو خالد برو دیگه این مردم چی کش کس کنیم تشکر بسیار تشکر اینا در قسمت ملا امام مسجد باشین صدا را خاموش میکنم برای چند لحظه ملا امام مسجد انصار در هرات گپ میزنن آقا آمد اعلان جهاد کرد بر علیه رسانه ها ظاهرا تو معلوم میشه که یک ملا خیسته بر علیه رسانه ها و آزادی بیان در واقع عملا شاید هم ای آب بخوره غیر مستقیم از حکومت مرکزی افغانستان امروز حکومت مرکزی افغانستان زیادتر از هر ملا میخواه که در رسانه ها مردم ترور شود شما دیدین رئیس جمهور مملکت ما که نمایندگی از دموکراسی میکنه در یک جلسه کلان از بزرگهای ارتش مملکت گفت که از میدیا باد میخیزه یعنی این توهین بزرگ توسط رئیس جمهوری که نمایندگی از دموکراسی میخواه کنه با میدیای مملکت با مراتب فتوای بدتر از این ملا امام مسجد در هرات بود البته اینا از امتبارهای عبدالله انصار است که میگفت الهی کاش عبدالله خاک بوده تا نامش از دفتر وجود پاک بوده یعنی آنقدر مردمهای پاک ولی از تبار از اینها انسانهای ما که اعلان جهاد علیه میدیای مملکت ما میکنه و این به نفع کی تمام میشه؟ به نفع ملا که کسرش باید حق نداشته باشه گفته و به نفع اشرف غنی اینا در تبانی با هم مثل ما که شکار میریم شکار پرنده یک دانه سگ و یک دانه باشه هر کس که داره بسیار ساعتش تیره سگ میره پرنده رو میپرانه مرغ میگیره اگر خود چوب گرفته زمین سگ خیز میکنه میگیرش اینا مثل باشه و سگ مردم ما را عقاید مردم ما را آزادی و خواسته ها و آرزوهای مردم ما را شکار میکنن در واقع میدیای مملکت ما قابل ستایش نیست چون اکثریت رسانه های مملکت ما از شبکه های بیرونی تمویل میشن پیسه که اینا میگیرن از اعلان های خودشان نیست اکثر از اینا از شبکه های خارجی تمویل میشن بنابراین چیزایی را که شبکه های خارجی میگن اینا امور انجام میدن شما از خود یک پرسان کنین ما هم امروز برنامه ما پربیننده ترین برنامه است در بیرون و درون مملکت ما و برنامه های سیاسی است یعنی ما یک تحلیلگر سیاسی هستم بهتر از هر کس دیگه ما اوضاع را تحلیل میکنم شما تا حال ندیدین که در میدیای افغانستان سر ما گپ زده باشه اما اگه یک طالب در یک نقطه دورافتاده مملکت بیاید که ما از این بابا دینتو میکنیم اونمون نفر از بی بی سی گرفته تا صدای امریکا گرفته تا رسانه های افغانستان در سر از او گپ میزنن شما فکر میکنید تصادفی است نیست یعنی اینکه میدیای ما مشکل داره در این شک نیست اینکه مردم های خارجی این میدیا را جور کردن و بر علیه ما استفاده میکنن شک نیست اما ما نمیتونیم جهاد علیه رسانه ها را اعلام کنیم به خاطر از اینکه با همه خوبی و بدیش هنوز هم یک مقدار اخبار از اینجا بیرون یکتیاد از هموطنهای ما که در اینجا هست اخبار را میتونن به طریق بیرون بکشن که این رسانه ها خوش ندارن اما بیرون میکشن اینا رو وقتی که اینا اعلان جهاد میکنن او در مقابل اونو هموطن خوب ما میباشه با فرمایی دوست از این روی خط سین بله آقای حیار سلام دوست از این با فرمایی بست من چای فرید آقای فرید چال دارین ساعت شما خوبه؟ بخیر باشین سلامت باشین عرض درود خدمت شما و خدمت بیننده اتون دارم ما برتباط همین اعتراضاتی که تقریبا آره میگن به طرف فران شدن میره و جنرال دوستم احتمالا فردا بر میگرده بینیم این ارتباط میخواستم دوشه تا مسئله رو با شما در میان بگذارم آقای ایر چند روز شد شما
شما مثل معمول دوستای دیگم که همیشه از برادری و همدیگری و گذشته بین اقوام غیر افغان و افغان صحبت میکنن. من چیز میخواستم واقعا خیلی ذهن مرا با خودش گرفتار میکنم، اویی که اگر در سوات پاکستان، در باجوار، در کویتا، در قبائل یک پرچم بلند میشم، یک دستکی آیسای یک استیج برای یک ساعت میگیرم، صدایش از ننگرا رو پکتیا و پکتیکا و خوست لوگر گرفتم تا لندن و پاریس همراه از او کلاه سرخ و سفید میپوشم، هم صدایی و هم نوایی میکنم. ولی که زمانی که به خانواده به عزت قیصری یا فکر بکنم قیصری نه یک هموطن دیگه فاریابی که از این سرزمین است، از این مملکت است، تجاوز مستقیم صورت میگیرم. یعنی شما دیده به خانه قیصری که رفتن در این شبکه های اجتماعی است که شما میبینی کجا لباس های خانوادی قیصری را با تمام بی‌عزتی، یعنی نشان دهنده چی است؟ یعنی میره شما دوستای دیگه با ما بگن، این برادرای افغان ما بیان با ما بگن که چطور با لباس خانم یک آدم، یعنی واقعا، یعنی شما فکر میکنی که در بین لباس های خانم قیصری یا خانوادی کجا زندگی میکرد، بم بود، چسبکی بود، انتاری بود، دایش بود، چی نوزی جستجو میکردن، چطور از او تصویر گرفتن بعد رو آدم به شبکه های اجتماعی. شما چند نفر از برادرای افغان در کدام گوشی افغانستان در این کندهار با عزت سربلند یا هلمند یا جای دیگه داره که بیاین بلند شون از امی آقای قیصری با اینوان از این نی که جنایت کرده، حال جرم جرماتی است و ما مدافع از این نیستم، شاید یک از تو جرم جنایت کرده باشه، با اینوان از این که لاقل با شهروند با جوری و کویتی و سواتی یک وجه مشترک انسانی که داره، لاقل از این سرزمینی که تحمیل میکنی هویت افغانت بالایش از این سرزمین هست، چون رو شور نمیخورن. پس وجه مشترک ما با امی افغان چیست؟ با اینمی شهروند، با اینمی مردم چیست؟ چگونه ما در غصه و غم از خودم گرفتار بکنم؟ چرا باید فرزند پنشیری و جوزجانی و بامیانی و بدخشی برن در هلمند و کندهار خودشان رو بکشن؟ حالا اگر من یک پرسش از خودم مطرح نکنم، با شما در میان نگذارم، نسل ما آگاه نسازم، از برادر افغان یا پشتون خود نپرسم، شما فکر میکنی که با اینمی ماسمالی یا با امی ساده سازی شما، منظورم یعنی بینندای شما، یعنی قضایا حل میشه و ما میریم به طرف وحدت ملی و میرسیم به یک افغانستان باثبات؟ یک مسئله. دوم، شما چند شد میبینید که اکثر شکایتگرایی که در شبکه های اجتماعی هستن برادرها و شهروندهای کابل ما هستن، هموطنهای کابل ما. به خاطر چی؟ میگن شما برق خاموش کردین، برق میخواین بپران، نمیفهم کمیسیون های انتخاباتی را بسته کردین، ادارات دولتی را در چش هفت ولایت یا استان بسته کردین، این کارا را نباید بکنین فلان بسان. از یک طرف دیگه میشتم همی هموطن ها، همتبار ها، همزبان های کابلی ما، البته باید احترام به شما آقای ها که شما مستثنا قرار میگیره، باز یک طرف اینا میگن 70,000 کشتی کابلی، تجاوز به کابل، خراب شدن کابلی. خب من این فهم واقع ما به یک تناقض قرار میگیریم. اگر بحث از عدالت از عدالت اجتماعی است، اگر تجاوز به حریم ما میشه، به سرک خیابان میرزیم، خب اینمی از ما بالاتر از این نمیتونیم اگم تهاری را به کابل بفرستیم در داخل ارگ. ما را مجبور استیم را را بگیریم، ما مجبور استیم سرک را ببندیم، ما مجبور استیم ادارات دولتی را ببندیم، ما مجبور استیم اراده و قدرت مردم ما را نشان بدیم. ولی شما تحمل دو روز گرمی را در کابل ندارین، تحمل دو روز قطع شدن برق ندارین. جنبش رستاخیز که در کابل آمد، اولین بار شکایتگرا هموطنا و شهروندان خود کابل بودن، میگفتن جاده ها را بسته کردین. ولی اگر فردا باز جوهای خود در کابل بریزه، کدام شما میتونین باز او روز در کنار ما یا در کنار مردم تان استاد شوین، مانی از این خونریزی شوین؟ اگر بس عدالت عدالت بازی است، اگر بس از عدالت اجتماعی است، از استادگی است، از تحول است، از آمدن یک ثبات است، نباید ما یکقدر بزدل ترسنده جان و همیشه شکوگرای اولی و نوحی بسیار بلندی به صدای فاشیسم و شونیزم باشه. با وقتی ما فرصت دارم مثل همیشه گرفتم، چیزایی بود که از طرف خودم و دوستایی میخواستم با شما در میان بگذارم. بسیار تشکر آقای فرید. گپایی که شما زدین کاملا درست است. اولی که هموطنان پشتونم، یعنی با وجودی که اصلا ما قار است که تو فاشیست هستی، برالای پشتون هستی، اما میارفتم خودت که گفتیم ما ماسمالی کردم میرم که برادر پشتون ما را
نگوید. ما و شما عین مردم هستیم، ما و شما در یک کشتی واحد هستیم، اگه کشتی قاشق کنه ما غرق میشیم که درست است. اما ما فکر میکنم که هر هفته ما زیادترین کار ما ایست که برادر پشتون ما، برادر پشتون ما. اما همونطور که خودت گفتی اونو پشتین، اون پشتین پشقل در پاکستان خیست که تو کلای سمت شمال ما دکنه کل از اونمو فاشیست ها اونمو کلا بود. اما اونمو کلا در افغانستان برای صدها سال بود، یکی از اون کلا رو دکنه خود نمیمان. یعنی از طریق آیسا اگر بیای اون کلا، اون کلای ملی میشه. اینا در پشت پشتینه که در تمام کالج‌های مهم انگلیسی در اونجا درس خوانده، که یعنی یک جاسوس هستن، در پشت از او دویده دویده رفتن استاد شدن، عین به واشنگتن تظاهرات کردن به نفع پشتین خانه که درست پیش نمشتاختن. اما امی افغانستان آقای امی کرزایی که در زیر میز خود از ایران پیسه میگرفت، یا قرار بود که ما با امریکا اجازه نمیتونیم که در خانه افغانای ما دره، یعنی ما یک باناموس مردم هستیم. حتی آقای کرزای باناموس یک دفعه نامد که بگوید در خانه قیصری باید عمله نمیکردیم. قیصری چی کردن بود؟ در مقابل طالب بود. خب خیر، حالی رزالت کردین، عمله کردین، اما چرا عکسای خانهش برای کل مردم نشان داده شد؟ چرا لباس خانمش؟ چرا توشکش؟ در افغانستانی ننگه؟ چرا ای بیرون مبرایه؟ و چرا در سر جسد نفرایش عکسهای خنددار و خوشی و شادی میگیرن؟ و چرا ای حکومت تا حال در مقابل از ای خاموشه؟ و چرا اون کرزه پست کسیف یک بار نامد که ما غیرت داریم در خانه افغانای ما ندراییم؟ در خانه طالب میگفت ندراییم، اما در خانه زد طالب کل از ای کثافت ها خاموش هستن. و اینا کسایی است که اینمی مردم استفاده کردن. آقای کرزه دوستم دوبار استفاده کرد، آقای غنی یک بار. یعنی به امید از ما اینا می کار نکردن که برن استاد شوند، اموجا یک کار بکنن یا یک احتجاج خالی بکنن. باز آقای دوستم میایه، اما گفته شما اونمو ازبک بیچاره ما استاد شد، آقای دوستم دوباره میره. حتی خود آقای دوستم در ایجه احتجاج نکده. رهبرهای ما ایتن از ازبک نه، از ازاره، از امی ما، از امی تاجکا، امی رهبرهای ما گوی زبان ندارن، یک دلانه چشم دارن، نترکایی لق لق سعی میکنن، زبانات در کامشان مثل از ایکت کار پوریده شده باشه. و ما امرای گفای شما موافق هستم، نه تنها ما بلکه زیاد هموطنهای ما. امیدوار هستم که مردم های استا استا با هم دیگه یک جای شوند. بفرمایین دوست عزیزم، روی خط هستین. آقای علی سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایین. راجعه به این پروگرام امشب تنها میخواستم بگویم که راجعه به قیصری و دوستم و آقای عیار، یعنی واقعا هر کدام از اینا را کنن فکر کنن از باز اگر بودین بهتر از باز بشم این وان وان منطقه باز منطقه از انسان های نیستن که آدم دمارد از اینا اتا فکر کنن که اینا آدم های ملی هستن یا آدم های بیسواز و یعنی کسای هستن که واقعا شما فکر که پشتر دوستم چی دکم آدم هستن. آمان سرازی که من فقط نایل زنگ زدن مایی بود آقای معیار که من این پروگرام های شما رو مکردن میبینم در یوتیوب، در فیسبوک. اون روز یک پروگرام تا دیدم که سیمین عمر شما رو بدوار کرد و گفت که مثلا ما همین شفیع عیار را در سجده خود بدعا کردم که الهه جزای شبتی به خاطر از اینکه کفر میگه راجع به محمد گپ میزنه، مثلا کفر میگه راجع به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم گپ های میزنه که گویا مورد قبول از نهاید. ما سوال به شما آیی است که آیا خداوند منتظر از این است که ما باید ازش تقاضا کنیم، یا شما که کار خراب میکنید و شما ای که کار زر پیغمبر اسلام میکنین خودم به خداوند باید تصمیم بگیرید؟ یعنی منتظر است که با سیمین عمر سجده کنم، ما باید سجده کنیم و با شما رو جزا بدیم؟ همه چیز خواهد بوده؟
اگر شما تان باشه او شما خیلی برنامه دین و دیگه دوستایی که بوده شاید دیده باشن مدام اونجا یک مزاق کردیم اینو مرد کردم گفتم والا هم یه هفته من اینقدر خوشحال بودم و اینقدر سلامت و صحتمند بودم من ایران بودم که چطور من یه هفته اینقدر پر از انرژی استم سالم صفا خوشی باز متوجه شدم که مرا یک کس بدوا کرده و بدوا را کی کرده؟ سیمین اومد یعنی به این معنی که خداوند احتمال داره به شکل منفی دعایشان را قبول کنه و دیواز خودشان را شرمسار بسازه که ساخته اما اونا مریض هستن و می سیمین اومد که ببینی خیالت که امیال از کدام شفاخانه عقلی عصبی آمده اون روز جالب بود که یا سالا دو می زدن اون روزا یک چار پنج هفته پیش یک سه کلپش یک کس رایی کرد که می گفت والا می دو زدن کس از روی جهالت نادانی میشه ما هم در وقتا معلومات نداشتیم دو می زدیم اما حال دو نمی زنیم ما گفت می نه یا هم یک بسیار یک پیشرفت خوب است که حداقل همی خانم هم نه متوجه شده که دو زدن کار خوب نیست یادی واربا بسیار جالب بود به خاطر از اینکه خداوند باید تصمیم خود خودش بگیره دیگه حاجت از اینش که حالی باید کسی به حق ما بدوا کنه یا دعا کنه و یه چیز هست واقعا هر وقت نمیفهم یعنی بعض مسلمان ها به این فکر هستن که اگر ما را خداوند از طرفش یک چیز برای ما مقرر شد او یک امتحان است مثلا سیمین آمد آنچه که برش مقرر شده میگه او برای من یک امتحان است آنچه که برش ما مقرر شده میگه او جزا یعنی دی که خدا نخواست یا من های فاهمه چه بگیده دیدی که سرش خدا بسیار ببخش این آقای سرش کل کرده خدا این جزا دیده مگه می که او را شوش اعلا کرده یک آدم بی سرنوشت است یک آدم بی سرپناه است یعنی او جزا نیست او امتحان علاز که یعنی بنده نیک خدا گویا که امتحان نکنه یعنی چقم آدم ایران میمانه آقای آری من منظور من سیمین عمر و خطاب و سگ و سگر نیست منظور من یعنی ملت ما که ما در چی یک جای بند ماندیم که تا کی با این تمدن با این پیشرفت با این معادن کل چیز ما فقیرترین کشور دنیا هستیم اینقدر معادنی که ما داریم ما در کشور آلن زندگی میکنم اینو از مالی از این کشور خود آباد ساختن در آلمان همچنان غیر از چرب از غال سنگ چیز دیگه ندار آلمان مگر سنگ کنه مگر ما با همه قمادن خود تبا و در بدر هستیم به خاطر از اینکه هر وقتی که یک تمدن جره تج میکنه کت اسلام و این اسلام ما رو در بدر کرد آقای عیار والا اسلام واقعا مملکت ما را صدمه زده ای که بزرگتا دوستا شاید فکر کنه که نه اینه برالله اسلام هستی نه نمی 1400 سال که اسلام آمده افغانستان حریق پشت حریق بوده آتش پشت آتش بوده چپاول پشت چپاول بوده امیر هموطنهای ما یک کاری که باید کنیم ایست که باید ببینیم که چی مشکل دیجا بوده ما میگیم که هر مشکلی که از در اسلام نیست در مسلمانی ماست اما هیچ کدام ما این امیره یک دفعه توجه نمیکنیم که همون مشکلی که در ما از خیچی هست حالا امیره خب بیاییم یک تشریح کنیم که مشکل ما این نیست مثل که ظاهر دایی میگفت که بیادر گل مشکل ما در ایست که اقتصاد اسلامی نیست اگر اقتصاد اسلامی باشه بسیار افغانستان پیش میره ما آمدم گفتم که بیادر او بیادرم اقتصاد اسلامی رو تو تشریح کن که اقتصاد اسلامی چی هست اصلا در دنیا چیز به نام اقتصاد اسلامی وجود نداره امی یهودا که یک بخش از اقتصاد دنیا رو و امی گردش سرمایه رو در دنیا کنترل میکنن اینا ادامه میکنن که ما اقتصاد یهودی داریم این کریسچن ها که بخش عمده اقتصاد دنیا را دست دارن اینا ادامه میکنن که ما حکومت چی داریم یهودی یا کریسچنیتی داریم و اقتصاد ما اما یگانه مردمی که نمیشه میگه ولا حکومت اسلامی اصلا وجود نداره این یک تهمت است که ما کردیم اقتصاد اسلامی وجود نداره من میره در اون وقت چلنج کردم گفتم این هر کس که میفهمه که اقتصاد اسلامی چیز معاذر هستم که تش زنده بحث کنم که به همین بگویه که اقتصاد اسلامی چیز اصلا چیز به نام اقتصاد نیست خب ما اینمی کلگی ما فکر میکنیم که
ما بسیار چیزا داریم. اسلام طریق زندگی است، اسلام حکومت است، اسلام اقتصاد است. اگر چی بوده در 1400 سال نتانسته که باعث باشه. بله بله آقای ارواند، اون یعنی همیستان کاره میبینه اگه اقتصاد باشه، اگه حکومت باشه، یعنی الان یه به سرمایه عربستان سعودی سنگ بده نمی کشورهای غربی آباد شدن، اما تیره که اونا دارن و قرار دادن اما این همی کشورها آباد شدن به حساب بلنگاه مگر سنگ بده خود عربستان سعودی ده. یعنی آدم ایران میبانه که کدام تمدن اسلامی در اسلام تمدن نیست آقای عیاد بسیار ببخشید، هیچ وقت در اسلام تمدن است. اسلام ضد تمدن است، ضد پیشرفت است. شما اگر یک پروژه را مثلا شروع کنین و در اون پروژه 5 تا زن باشه، 3 تا مرد باشه، این باشه، اونم اون پروژه به خاطر از اینکه آی اون مرد طرف از زن سیکت پروژه بر هم میخوره. من نمیفهم کدام حکومت اسلامی در اسلام کار نبوده. در قرآن کجای در کجای قرآن کار نبوده آقای عیار؟ شما بیش از صد دفعه این قرآن خوانده بیدار ببخشه من اجازه بدم که یک چی کنم. شما مثلا ایره من سرزنش کردن در گذشته که خودت میگی که کار نیست، میگی اپا که زده این گفتن که چی یک سرمشق خوب برای کار وجود ندارم. من این سوال یک دفعه مطرح کردم، گفتم بیا یک نفر برای ما بگوید که پیغمبر ما حضرت محمد چی کار میکرد؟ حضرت علی چی کار میکرد؟ حضرت عمر چی کار میکرد؟ حضرت عثمان خیاط بود معلوم است. اینمینا چی کار میکردن؟ چرا که اینمینا سرمشق میشه. اینمینه هیچ کس، مثلا حضرت عیسی نجار بود، حضرت موسی شبان بود، اما حضرت عمر بسنا یک دفعه که تا شام سفر کرده در قافله خدیجه بعد از او اصلا کار نکرده. این دینمی اموطن مسلمان کار میشه. چرا؟ به چند دلیل. یکی که این فکر میکنه که مدروغ میگم، دوم دیگه فکر میکنه که پیغمبر چرا کار کنه، خود پیغمبری یک کاره، خود پیغمبری یک کار نیست، موسی کار میکرد، عیسی کار میکرد. اینال اینمی که ما میگیم قبول کردیم که برای پیغمبر کار ضرور نیست. ما پیغمبر ما که کار میکنه او سرمشق میشه برای ما. این ما دو سه بار تا حال تشریح کردیم. کریستیان ها میگه، همین عیسوی ها میگه What would Jesus do؟ میگه اگر تو در یک حالت قرار گرفتی که برای یک چیز جواب نداشتی، تو فکر کن که اگر حضرت عیسی میگود چی میکرد. اینال ما باید فکر کنیم که What would Muhammad do؟ محمد آیا در اینجا چه میکرد؟ اینه میره که فکر کنی به این نتیجه میرسی که مثلا اگر تو در ولفیر هستی در امریکا میخوایی که در میولفیر باشی یا کار کنی. اگر امیره از دید مذهب از خود سوال کنی که What would Muhammad do since he was not working، یا ای که چون که او کار نمیکرد بنان ما منه میجه خوشحال هستیم دیگه، در او دنیا ساتیریز، در این دنیا منه ساتیری برای خود جور کردیم و این تاثیر میگرد که ما باور کنیم. ولی برحال من شما رو میمانم که تشریف ببرین و دوستای ما زیادتر از این قار نشن که خود تخت و از قار نشن. یعنی یکان دفع آقای رایات آره، منظور من کفر گفتن نیست، منظور من مهم یعنی بسیار مشکل هست برای مسلمان ها در بفهمانه که یعنی خداوند با این قدرت و توان با این صاحبیتش 7 میلیارد کائنات یعنی چطور میتونه ایک خود چهره که بر لشکر جور کنه، بازور سر از او بکشه، او رو سر از او بکشه با دعایت بیایه که نسبت به مسلمان هاست. مگم هم او آیات رکال او اخواده میبینه که کاملا غلط برآمده و تطبیق نمیشه که حال نسبت و غیر مسلمان هاست. اینه می کسای یهود و نصارا ایره که او جهرم شده بود که بکشین دیگه ما کشته نمیتونیم، اینا ما نمیتونن بکشن اگه اینا خواسته باشن. آقا در یک روز این همی 52 کشور اسلامی را زیر و زبر براتان در خاک یکسان میکنند، مگر این بیچارا نمیکنند نی؟ یعنی عبود و نصارا نمیکنند. اگر این قدرت ما میداشتیم به خدا میکنند برای بقشان میکردیم. یعنی منظور سر عزیز که
یعنی اینه چیزا رو باید کفر چی نکنن که من کافر هستم یا کدام گپ میگم که پروردگاری که در که من شناسم امو ایتونی اگه امر نمیکنه که بیا بچیم یک مرد یک لشکر رو میکنم شما را سر از اینا توفیق میتونم باز بعضا شما ناکام میشین بعضا شما کشته میشین باز در جنت میرین یعنی امین خداوند نمیکنه آقای امین امین فقط میخواستم که بطا برو مرو یعنی دوست عزیزم بسیار تشکر. در اینجا یکی از دوستان نشه کده میگه از دلت قصه مف میگی اگر جرأت داری با استاد دایی بحث کن که معلوم شود چقدر به شعور هستی. اولی که استاد دایی استاد شعور نیست، او استاد امور اسلامی است و در این قسمت میتونین کلمه به معلومات عوض شعور استفاده کنین. اما ظاهر دایی از کسایی است که دیگه پچک شده رفت در این معلومات هایی یکی یاد شما آل آمده این بعد از 6-7 سال برنامه های ما میبینین از او قصه های آگاهی ندارین. آقای زایر دایی، آقای کوثر، یکی یاد از اینا ایجا آمدن ایجایی بحث ها بسیار عمیق صورت گرفت اما بالاخره اونا فهمیدن که چیزی که ما میگیم از روی قرآن است، گپای از واقع قصه های ساختگی است و پس شدن. خب بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. سلام علیکم شفیق جان عیار. سلام دوست عزیزم، خوب هستین انشاءالله؟ خود معرفی کنین بفرمایید. وحید هستم از ایالت ورجینیا. بخشی نمی بله. از ما دوست ما صحبت کرد راجع به اسلام، آمدن اسلامی چی نبوده مثلا شما میشاره دارید که پروگرام های سیاسی تان اسلامی تان یعنی مفید است. اما یک اشاره مختصر میتونم در قسمت نشنال جغرافی به چاپ را که نوشته است که 1001 invention in Islam از دارای تقریبا 400 صفحه این را مطالعه در قسمت هسپیتال است، هرسازی است. آقا من این گفت شما را فهمیدم که کجا میرم و برای شما یک تشریح کتاگک میکنم، شما در لین هستین که اتما قطع نمیکنم اتان بطور ما مسلمان ها هر چیزی که اتفاق میفته اگر او یک چیز مثبت بود فورا میگیریم برای اسلام او را میتیم. مثلا یهودا، کریسچن ها، شما سعی کنین که در دنیا چقدر دستاورده ایره دستاورد مذهبی نمیبینن. شما فکر میکنین که امریکای ها ادعا داره که کمپیوتر دستاورد کریسچن هاست؟ به هیچ وجه نه. اما تو دیگه مردم ما که هستیم تمام چیزها رو میگیریم فورا میگیم از اسلام. به طور مثال وقتی که سلطان محمود غزنوی ابو علی سینای بلخی را دعوت کرد به غزنی چون در وقت امیر پادشاه بزرگ بود ای میخواست که به مردم نشان بده که ما بسیار علم پرور هستم در حالی که تنها یک دز بود. امی اتحاد علما را در روجه به شمول البیرونی و غیره و غیره یک چند تا ازی آمد. اما آقای ابو علی سینا آنقدر از این گپای مذهبی متنفر بود که در ریگستانای داغ ترکمنستان گریخ به طرف یک جای نامعلوم تا که از قلمرو از این نفر دور باشد. حال ما ابو علی سینا را میگیم که عالم اسلام است. عالم اسلام نیست، فقط که در یک جامعه اسلامی زندگی میکرد حالا هر چیزی که او داشته ما او را پیوند میتونیم به اسلام و این بزرگترین مشکل ماست. شما میگین که 1000 چقدر انونشن که مسلمان ها کردن، بسیار خوب کردم، اما چرا یهودا این همی کار را نمیکنه؟ چرا این همی را کریسچن ها نمیکنه؟ چرا ما حکومت ما حکومت اسلامی، اقتصاد ما اقتصاد اسلامی، چادر ما چادر اسلامی، هزار بند ما هزار بند اسلامی، امیان امی انونشن های آخره که زندگی امروز ما را چقدر سهل ساخته این امی انونشن ها را یکش هم مسلمان نکرده؟ مگر هیچ کس نمیه که بگه اینا انونشن های یهود هست، اینا انونشن های ما مردم عیسوی است. به هیچ وجه این امی دستبندی که ما میکنیم یک کار نادرست است که انونشن های مسلمان ها هیچ حالون ابو علی سینا از حکومت اسلامی میگرد در موردن کتش یک نفر دیگه از امو علمای زمان بود اسمش یادم نمید در امو ریگستان ها جان داد بیچاره. اما در حکومت اسلامی که ما افتخار میکنیم که سلطان محمود غزنوی که از آلان غلام داشت در اون نامد
آنقدر نفرت داشت از این دزدی و دروغی که در جامعه اسلامی بود. از این خاطر اینی چیزا را باید ما چی نکنیم که اینی اینونشن های اسلامی است. اینا را اگه ادامه میدین بفرمایید. لطفا این آقای خیار درست است، درست است، من صحبت شما را شنیدم، اما امروز ببینین در خود انساکلوپدیا یا گروبین اینونشن ها یا اختراعات کردن، نامایش خواست از ترام کشور هستن بود از چی مسی یعنی درد شده است. اما هی که اسلام بردن و تجراعه این تکلیف از قرآن نیست، از اسلام نیست، بلکه لط و دستای بازی شده اسلام به تجراعه بردن دیگر غیر از او. اما یک موضوع دیگر هم برد، ما میگیم قرآن ساینس هست، ما قبول داریم چهاره به ساینس هست، شما میفهمین که در قرآن آره آمده غیر مستقیم میفهمین؟ آره؟ نه، تشریح بارش به نامش نیست. میخواییم در قرآن محایت بگویم؟ نه، هیچ نگوین، چون ما قرآن صد بار خواندیم، خدا حاضر است که بسیار میفهم. اما این می گپایی که میگین غیر مستقیم آمده اصلا وجود نداره. در قرآن عطا این مسئله زنبور عسل که آمده غلط است. در قرآن گفته میشه که ما به زنبور عسل دستور دادیم که میوه های پاک باک بخو در جای بلند خانه بساز و عسل تیکو، در حالی که زنبور عسل میوه نمیخوره، گرده گل است، انزایم های درونه زنبور عسل است. امروز شما برین اینو میره از یک بچه که سنف 8 پرسان کنین برای شما میره میته. در قرآن آمده که پیغمبر از تو در مورد حیث پرسان میکنن، بگو که اینمی یک دوره بسیار ناگوار است برای زنها، همراهشان یک جای نشین. شما سعی کنین حتی با پیغمبر ما اینقدر اجازه داده نمیشه که معلومات خود داشته باشه، میگم خبرشان بگو که دوره ناگواره. اما امروز به حساب ساینس و علم شما برین در سنف 10 شاگردا 10 صفحه در مورد حیض میخوانن. از این خاطر اینمیره دمی را اگر ببرین، باور کنین که ما شما نقص میکنیم. یک گپ شما در اینجا درست است که اسلام ما به اساس قرآن نیست. اگر ما واقعا قرآن پیشروی خود بمانیم، با اونمو رقمه که در قرآن گفته شده که ما این قرآن فرستادیم تا شما در زحمت نفتین، یعنی که استفاده کنین قرآن بر زندگی بهترتان، شما باور کنین که ما در اینمی بدبختی نمی باشیم. این کاملا درست است. آقای درست است گفت شما نسیم من منطقه مرا تک دقیقه اجازه بگیریم یک نقطه را شما تشریح میتون بله بفرد تیاره غیر مامده بله بفرد هر رفع خاندیم بیشتر دافزه ما از کلش یک آیت است که خداوند میگه چی در زمین است این چی در آسمان روزی تا نمه میتون آسمانی بود بازو تعبیر دیگه داره که در قرآن آمده که شهدا پیغمبرا صادقین این رسم میخورد از سماوات نامده تنها سما آمده این حاله گفته که چی در آسمان است این زمین چی تا نمه میتون یعنی یک میلیون نفر در هوا همین در نان میخورن در تیاره هستن این غیر مستقیم آمده و به طور از این مثال های دیگه هم است من از یک پیلوت پرسان که شما چطور پرواز میکنین خط سیر ما این از اینجا که من میرم از کالیفرنیا و یک پیره نور پایی میکنم و در قرآن آمده چی در کشتی ها که هستین توسط یا قدرت خداوند در حرکت هستیم. اما اگر متوجه باشین در آسمان راههای است این هایوی وار است اشارات است. من تمام چیزهای شما را قبول دارم آقای ها ما یک معلومات بسیار جامعه سادم دقیق نگدم در کشتی ها که میره این گپه که در قرآن زده شده که با قوت باد یا خداوند است اینا رو سعی کنین. در اون زمان تنها کشتی های بادباندار بوده اما کشتی های ماشینکی نبود. اینا رو سعی کنین اگر همین قرآن امروز می آمد باور کنین که کلمه ماشین در اوجه می بود، در اوجه قدرت خداوند گفته شده و
کشتی و بادبان، اما از ماشین خبر نیست. مثلا که میگیم که در زمین و آسمان برای شما ما غذا میتیم، اینمی مربوط از ایست که یعنی انسان ها که ما شما که باور داریم که در دنیا ما در آسمان ها هستیم، عرش در آسمان ها هسته، منظور است که در اونجا. ولی اگر امیر شما فکر میکنین که غیر مستقیم در مورد تیاره بوده، میدونین قبول کنین، یعنی من این را گفته نمیتونم که نه قبول نکنین. اما اگر امیر ما در امی بارهایی که خوانده بودم میدیدم، حالا ما میامدم برای شما میگفتم و بسیاری چیز هاست، حتی ماتماتیک در قرآن جمع و تفریق بسیار ساده در قرآن، من میتونم بکشم بگویم اینه دو جمع دو جمع دو که باید شش شده، اینه دیجا پنج شده. معمیره که میگم معمود رو میکشم، اما نه، قرآن به زبان ساده برای مردم ساده آمده تا که اونا بتانن از زمین درک کنن. قرآن در واقع پل ارتباط ما با خداوند ماست. قرآن طریق عمومی عبادت ما هسته. قرآن همی هسته که ما چطور دست یکی دیگر رو بگیریم، یک انسان خوب باشیم. اگر ما این امیر برداشت از قرآن بکنیم و قرآن برای بهبود زندگی خود استفاده کنیم، ما یک دین بسیار انسانی می داشته باشیم. اگر نه که ما به می طریق احساساتی بگیریم که نه، کل چیزا در اسلام است، اقتصاد اسلامی، حکومت اسلامی، علماء اسلامی، دستاوردهای اسلامی، باور کنیم که در این ما نقص میکنیم. اما ما بسیار خوش شدیم دوست عزیزم. من چون اتباع فرصت بود همون فرصت بود وقت داشتیم موضوعی تیاره و چیز باز بردان نگم و مایت شد. خب دوست عزیزم، شما میتونین که زنگ بزنین. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. بله سلام ایار صاحب تلسیم شکن، دوباره آمدم منطقه فقط کتا امرو امشری ما که گفت که شما خلقی پرشمی نه، ما تو نگفتیم، ما گفتیم که ما در این خلقی پرشمی او برادر ما رو شهید ساختن، او برادر ما رو کشتن، او بر ما گفت که شاید از جمله خلقی پرشمی یا باشه، من نیست باشه باشن یک دفعه من نیست، اما وقتا ما گفتم که من نه به هیچ گروه، نه به هیچ سازمان، نه به هیچ گروه پاتنگر. شما چند برادر بودن؟ به هیچ نبودیم و نیستم، منطقه بعض اشخاص بوده که اونا امروی رهنمود ما بودن، به اونا عقیده دارم. نه ما به خلقیستم، نه پرشمیستم، نه شوروییستم و نه اخوانی استم، نه جمعیتی استم، بلکه هیچ کس از این اعتبار ندارم. یکی، دو، حیار صاحب هستم شکن امروز کلمات یکی دو سایزم وقتی که گم میزنید همیشه برای ما یک اجازه بدین. دیگه یکی باز دو بار برای این روز بسیار مشکل است که ما شما را بگیرم به خاطر از این که چی می باشه باز دیگه مردم ها گرفته. بفرمایید دوست عزیزم، بفرمایید. الو، بله بله، بله بله، بفرمایید. بخلم تلفونم یک تماک قار شد. بله بفرمایید. خب ای امیدوار هستم که تلفونم عقلش به جای به بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستم. بله سلام علیکم آقای عیار. سلام دوست عزیزم، خوب هستین شما؟ سلامت باشین. کریم هستم از انگلستان، شما زحمت میتم. آقای کریم بفرمایید، خوش آمدید. فقط خواستم که یک تبصره درباره برگشت آقای دوستم داشته باشم. بفرمایید. تبصره من
بر اساس دو بیارت، یکی که یک مدت خودم در مزار شریف بودم و دیدم که آقای دوستم چی آفرهایی میجه داشت و دیگه یکی دو کتاب که در مورد آقای دوستم اشتشده یک موضوعی که در مورد بسیار جالب بودی است که علاقه خاص به تحصیل و مکتب داشتنی در وقتی که در هیچ جای افغانستان پوهنتون و مکتب اجازه نمی دادن دوستم و یکی داده رهبر دیگه که در سمت شمال بودن فاکولته ها و پوهنتون های مزار باز نداشته بودن و در فرار اجازه می دادن که بس و موضوع دیگهش که خصوصیت یک رهبر داره اگر ما اینو مقایسه کنیم امرای دیگر رهبرهای که در حال بوده در بین از این فکر میکنم دو رهبر تفاوت داره یکیشان بچه مسئول است با تخصص علم نیست و دیگه آقای دوستو میلا همیشه با مردم خود بودن اگر پیشتن خوردن امرای مردم خود مردم خود داری زندگی کردن هم از این ها قصر وقت تیار نکردن و هیچ کنم میشن در بانکای خارجی پول از خود نبردن از این خود فکر میکنم که همین باعث شده که مردمش دوست داشته باشه اسم به عنوان یک غیر مزبک در مزار شریف بودیم دیدیم که تنها برای مردم مزبک کمک نمیکنه برای مردم های غیر ازبک حتی کمک میکنه و همیان هم اگر شما دیده باشین یکان داکیومنتری های کوتاهی که در مورد آقای دوست ساخته شده میبینید همه گی اطراف شد و در این راهایت یکی تو کتاب هم در بودی نشته شده شد یکی کتاب انگلیسی به نام دفتن این هفت سیاهی که آمار اول از طریق ازبکستان داخل افغانستان شدن و پنشیر امروهای دکتر و اینا امو اتحاد زیر طالب ساختن بسیار نظرات خود به مورد دوستون نشته کردن اقتصاد بو گفته که قسمت از این که سیاهی چی نشته میکنه؟ او را ده زباله پرتین چی خوب چی بد سیایی چیز ده کله داره حتی جواسیس سیایی که از کار خلاص میشن کتاب نشته میکنن اونا یه چیز ده کله دارن که چطور سرک قیر کنن برای از اینکه افغان بیچاره را بگیرن سوء استفاده کنن از اونا ما چی نمیگیم اما آقای دوستم یک آدم برازنده بوده در افغانستان هر چیز مثبت و منفیش در افغانستان معلومه پیش چشم ما بوده یعنی دوستم یک کسی نیست که ما در قسمت از این از سیایه بشنویم ما در خانه خود ما دوستم بوده آقای دوستم در این که یک آدم با انرژی شک نیست در این که یک رهبر است حتی همین بیانیه زیره ما در جریان انتخابات 4 سال پیش سرش گپ زدم گفتم خوبترین بیانیه را که ما در جریان انتخابات شنیدم مربوط آقای دوستم کم سواد یا بی سواد بود و ایره ما واقعا صادقانه گفته بودم من مخالف دوستم بودم در جریان انتخابات بخاطر از این که من میفهمیدم که آقای دوستم با رفتن به ایر اشرفغنی به مردم ازبک صدمه میزنه و به کل ما صدمه میزنه اما آقای دوستم رفتن و من یقین دارم که شبکه های بیرونی در قسمت نقش بسیار فعال داشتن و او رو مگب نمیزنم آیا آقای دوستم یک کس هست که ما باید خوش داشته باشیم؟ تا حدود بله آیا دوستم یک کس هست که ما بدرسیم همچنان بله بخاطر از این که شبکه های خارجی متاسفانه در سر رهبرهای ما یا بخواین یا نخواین میخواین خود تعمیل کنن و خصوص کسایی که مصارف انگفت داره آقای دوستم آقای قانونی آقای مثلا چی عطا محمد نور اما تا آقای محقق اما تا آقای کریم خلیلی اما تا کسایی که برای خود مصارف انگفت دارن اینا باید که به نو از انها باج بتن این باج در قسمت افغانستان ایست که پلانای از اونا را اگر کمک نمیکنن حداقل در قسمتش خاموش باشن اما در مجموع آقای دوستم را باید احترام کنیم آقای دوستم امروز نماینده مردم ازبک مردم ازبک یا هوشیارانه یا غیر هوشیارانه آقای دوستم دوست دارن امرایش استاد هستن ما انتخاب خودم میکنیم کردیم اما در این زمانم ما آقای غنیره چی را آقای دوستم دوست داریم بسیار تشکر دوست از این الو همین یک تر دوست هایی که میگن که مرا بالا بیارین یا زنگ دین ما رو
یعنی چی؟ امی بالا آوردن نمیفهم. از این خاطر شما چیست؟ خودم من زنگ زده بر شما نمیتونم که یعنی اینطور فکر نکنین که من چان زارم شما زنگ دیم. بله بفرمایید. بله؟ حالا شما میتونین که تلفن کنین. آه ما با فیسبوک خودم یکان دفعه باید ببینم دوستان که در فیسبوک هستن شما میتونین که زنگ بزنین و چی هستن بله بفرمایید دوست هستن بله بله خواهی دوست ما را گرفتن نتانستم آقای تاجدار را میگیرم آقای تاجدار بفرمایید دوست عزیزم سلام عرض میکنم آقای تاجدار بفرمایید دوست عزیزم خواه بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستیم سلام عرض میکنم آقای عیو سلام علیکم بله سلام سلام بله سلام دوست عزیزم خوب هستین بفرمایید بله ما دوباره غلام هستم ببخشید آقای غلام میشه که این هفته دیگه ادامه بدیم نیره فقط یک نقطه را میگم بازبار زوری که من فقط یک نقطه را گفتم لطفا شما مرا قطع نکنید من گفتم که ما به هیچ حزب دموکراتی خاص افغانستان عرض ما رو گوش کنید سر وقت رو بازه ارگز اگه من تلفونم نمی کنید نه باشین ما از شما و به هیچ نوع امکان نداره که ما حزب حزب دموکراتی خاص افغانستان داره باشم مطابق به همشیره گفتم که هم حزب فامیل ما رو ما درمی عرض ما رو گوش کنید سر یک لازه شما باشین این افاظه می کنید که یه ما تلفون نمی کنم شما باشین یک دفعه این یک کار درست نیست که ما شما داده باشیم شما گفتین که یک برادر ما یا گفتین هفت برادر ما را یا کشتن ما شما اونجا سوال کردم اما شما در اینجا نبودین شما گفتین از فامیلتان کشتن چند برادرتان را گفتین من درست نفهمیدم هفت برادر شما را کشتن هفت برادر ما حزب دموکراتی خلق افغانستان کشتن هفت برادر بسیار متاسف هستم که ایرم اشنام یعنی ما یعنی ما ولی خانم برای من میگه که آقا شاید از اعضای حزب دموکراتی خلق افغانستان بره باشه فقط همه قدر ایار سید نه او خیر اونا هر کس عدس و قیاس خدا میکنه اونا شما را به این محکوم خدا ناکنه نکردن اما شما که گپ میزنین ما خودم متعجب شدم که گفتین ما چی کردم که اشتباه کردم بین یک و هفت ما فکر کردم که یک گفتین اما شما سعی کنین هفت برادر که یک آدم از دست بده در مدت سه ماهه یک حکومت یا شش ماهه یک حکومت یعنی او حکومت چقدر ظالم باشه که هفت برادر از یک خانواده را بکشه یعنی دوستای ما که خلقی زیاده ما سارم دارم ایا ایسای بله ها یعنی ما بسیار متاثر و دلشکسته شدم از این گپتان یعنی ما درد شما را میالم ما باور کنین که یعنی ما با استقالم درد تا حس کردم دیگه خطت امروز گرم نمیزنم هفت برادر بابا شما بر من نگه که شایی که آقا جمعی ما امروز شما امروز گرم نمیزنم یعنی شما سعی کنین امی درد میتونین که در درون خود حس کنین که صرف نظر از این که چی حادثه شده که هفت برادرتان از دست بدین و انوز ها مردم میاره که نجیب صاحب قهرمان نجیب صاحب قهرمان نجیب صاحب قهرمان این قهرمانی ها ما نمیفهم که مردم ما را در کجا خواهد رساند و تا امروز هم جریان داره تا امروز هم جریان داره هر کدام ما پشت یک خائن دیگر دویده را ایستیم باعث یک قهرمان و امیدوار هستم که یعنی هموطنهای خلقی پرچمی ما از این به این نتیجه برسند که در زمان از اونا هم جنایات بزرگ صورت گرفته حال مردم میگه که همی چه همی جنگ سالارها این جنگ سالارها از
1357 شروع شد و بعد از زندان خدا از رسنه بسیار ببخشن در خواد که ما بودم ما او وقت به 19 ساله بودم در می اتاقی که ما بودیم در پالوش یک اتاق کلانتر بود در او یک 30 نفر بود جایی برای 10 نفر هم نبود اما 30 نفر در او جفتیده بود اتاق ما 10 نفر بود یک اتاق که بسیار خرد بود در او اتاق امی خانه مردم که رفته بودن بازلیاف و توشکشان از خانهشان می گرفتن می آوردن در خواد یعنی مصادره می کردن مال مردم هم در اوجه یک لیاف بود یک لیاف بسیار مقبول بود آیا یک قصه درست بود یا نبود من نمی فهم اما می گفتن که یک آقا را در شب عروسیش گرفته بودن در شب عروسیش و بستر عروسیش آورده بودن در خواد و آقا کشته شده بود اما این لحاف و توشکشی بسترش در اتاق بود و زبان به زبان هر کسی که در اتاق دفعه اول دیده بود اما تو میماند که این لحاف و توشک مربوط یک عروس و داماد بود حالا مردم خوش نداره یک پاو بیاد شد بفرمایید دوست از امروی خط هستیم بله سلام علیکم سلام دوست عزیزم خوب هستین سر ما از کشور فرانسه شما رزومه داریم بفرمایید دوست عزیزم آقای شفیع یار میخواد بله. آقای شفیع یار من شفیع یار هستم دوست عزیزم بفرمایید آقای شفیع تلویزیونتان رو پخش کنین یا گل کنین خب آقای شفیع یار بباشین به خاطر از اینکه فکر کنم صدای ما یکم پس پیش شده من مستقیم چیره دارم خب چی هستک به ارتباط آقای دوستم میخواستم یکم بفرمایید دیگه آقای دوستم که هست اگر مثلا صحبت های تعصب اینا رو اگر کنار بگذاریم مثلا گفتین آقای دکتر نجیب درست است اگر اونا خیانت کردن مثلا گلبدین حکمتیار اگر پشتونای ما چی نمیدانم قهرمان ملی و مثلا فلان بذار یکانه عامل بدبختی کشور ما که بود آقای دوستم بود بخاطر همون زمانی که اینا زمانی که چی کردن اینا همون دولت دکتر نجیب اینا سین بود یعنی 80,000 قابلی که چی شد از بین رفت تمامش همچی خود آقای چی بوده دوستان و این بود امیال مدمو حالت نیستم که سر کابل گرد بزنم امیال یک آقا میگه که هفت برادر مرا امو حکومت امو آقای نجیب کشته حالا ما چطور میتونم که همیجه بهم گپای خودت قبول کنم که پسترین دوستم بود اگه دوستم این کار نمیکرد امونا زنده میموندن اینمی همم روز اقل این رو نمیتونم این روز دیگه چی میکنیم و ای که دکتر نجیب الله آغازگر صلح بود در سر از یام گپ نمیزنم چرا امیال احتمال داره که من نتانم که با یک قضاوت سالم در قسمت گپ بزنم